از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از جام سفید آلم، هر جام دمه پوشم، از جام سفید آلم، هر جام دمه پوشم، هم ساری عوض سارم، هم آتش زردوشم، هم سال عوض دایم، هم آتش زردوشتم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم. نگو سلام، بگو درود، نگو شعر، بگو سرود، نگو شد، بگو سپاس، ولی مقصد اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل، ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن، ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چیوله دار، سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، با پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، از دینه پیشانی ها، دلهای سنگین شما. امیران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم. چه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. من زرتشتیم، دینم آتیشه. یک بار دیگر نسیم نوروز وزید، دلها به هوای خاک میهن باز تتب 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 تپید. نوروز خوش است و جشن نوروز خوش است، در خاک وطن نه در دیار قربت. هرچند جهان را ایران کردیم، جهان هر جا که بریم بوی ایران میده، اما هیچ جا اون الوند و دماوند و شمال و کردستان و سیستان و بلوچستان و خراسان و آتورپات و گیلان و مازندران و تبریز رضائیه ارومیه، مشهد، مشهد زرتشت، کردنش مشهد امام رضا، هیچ جای جهان وطن نمیشه. بچه‌هایی که پست‌های بسیار مهمی در سطح جهانی دارن، از رهبران جهان هستن، در لیست دولت موقت اسمشون بعضیشون اومده، به یزدان سوگند میگن اینجا ما در بهترین رفاه، امکانات، راننده، محافظ، در ولی خاک وطن یه چیز دیگه است، بوی وطن یه چیز دیگه است. همچنان که آغوش مادر، آغوش همسر، آغوش خانواده یه چیز دیگه است، هیچ نمیتونه جاشو بگیره. هیچ کس نمیتونه جای پدر، مادر، فرزند، همسر رو بگیره. هیچ خاکی هم نمیتونه خاک وطن هزاران ساله بشه. هزاران هزار سال فرهنگ، تمدن، جهان، جهان آرایی اینک به دست مشتی تازی و شما بی غیرتان پیر پاتالهای ستم پذیر، ذلت پذیر، بردگی پذیر، خفت پذیر،
سجاده، ندبه، کمیل، حسین حسین گفتن و فاطمه زهرا گفتن، بدبخت سیاوش به این که بود، رستم که بود، شاپور که بود، کوروش که بود. برو ببین اشکانیان که بودند، مادها که بودند. برو ببین یعقوب لیث که بود. برو بخوان ببین بابک خرمدین رو، از بابک خرمدین تا مجید رضا رهنورد چطوری سلاخی کردن برای توی بدبخت بیچاره. تو ذلت پذیران به تاریخ، خواب خمار پرت، دور از جهان، دور از وطن، دور از فرزندان دلیر این میهن. چه گلها، چه گلها، چه گلها پرپر شد برای آزادی و ماندن این میهن، برای ماندن نوروز، مهرگان سده، برای ماندن، ماندن بهار همیشه پیروز. پیر پاتال های بدبخت بیچاره، خفتگان و خوابان، سر به سجده و عبودیت تازی نهادن، اهورامزدا خداوند واقعی، دانا، توانا، برنا. فراموشش کردی، بیچاره بت پرستت کردن، اله رو میپذیره، ال به اضافه اله میشه الله، بت تازیان رو داری میپرستی بیچاره، سجده به کی میکنی؟ برو ببین تاریخت چی بوده، کی بوده، چه کردن؟ روز خانی ها، این زنجیر زنی ها، این گریزاری ها، این عزاداری ها، یه مش سیدم بر شما حاکم. نوروز خوش است و جشن نوروز خوش است، در خاک وطن، نه در دیار تبعید. امسال خبرهای خوش براتون دارم. عدم لحظه تعود، میگن سال تحویل، از هنگام دیگر شدن سال که سال 7761 آریایی میترایی آغاز میشه. آریایی یعنی انسانهای پاک و آزاده، خوش اندیش و مهرورز و مهربان، تبار نیست، نجات نیست. میترایی نخستین زرتشت، نخستین آذرخش، نخستین میثاق، نخستین پیام‌آور خرد. از پامیر تاجیکستان میاد از کوه پایین، میگه من اومدم مخ شما رو واکنم، تلنگر به مغزتون بذارم. نمیگه منو خدا فرستاده و حرفا نداره. از میترا تا به امروز هرگز کسی نگفته من فرستاده خداوند هستم. خدا با این همه کهکشان ها، با این شکوه، با این عظمت، انفینی بی نهایت، هیچ کس نمیتونه اسم روش بگذاره، چه این که بشناسه اون رو و بگه چه کار است و چه کار میکنه. و از حرفا اهورامزداست، خداوند دانا و تواناست. و تو بدبخت بیچاره، و تو خوشبخت عاقل، و تو نادان، و تو آگاه و خردمند رو رها کرده در این کره زمین. اصلا فکر کن اکستراترس، انسانهای فضایی، فرض کن زمین تو پک کرده اینجا، گفتن گوساله اینجا مال تو، هر غلطی میخوای بکن. یا باشو ایلون ماسک، یا باشه شیخ فلان و سید علی گدا، بدبختا. برو ببین همین ایلون ماسک چی کار کرده، وقت تو رو میفرستن دنبال گاف چرونا، چطور چرونا، گوسفند چرونای صحرای براهوت، بدبخت بیچاره. ببین همین ایلون ماسک، ببین چی کار کرده. میدونی ایلون ماسک چی کار کرده؟ نمیدونی؟ 10 بار گفتم اینجا. تو برو ببین چی کار کرده برات. برو ببین گوگل میشناختید شما، نمیدونم چیزای دیگر میشناختید، سیری، الکسا، اینا رو میشناختید که نمیشناختید؟ حالا گوگل دیموناد، آقای گوگل، خانم گوگل، به ما بگو فلانی کیه، کچی کجاست، اینا همه یادتونه گوگل؟ اینا ایلون ماسک، جدا از 10 موردی که در برنامه پیشین شمردم براتون، اومده انتلیجنت آرتیفیسیل، ذکاوت مصنوعی آفریده. تو هر کار میخوای بکن، هر کار میخوای بکن، برای هر سال داره جواب میده.
جپته میگن، openeye.com میگن. تعجب میکنی. فرزند من رفت بهش گفت تو سیاوش عوستان رو میشناسی؟ زود جواب میدم، هم از تو زودتر جواب میده. از تو یه سوال میکنن، یه سوال میگه ایران کجاست؟ آمریکا کجاست؟ از کنم خدمت شما که یک ساعت فوری جواب میده. گفت منظورت همون دیوید عباسیست که در پاریسه؟ گفت آره. آقا همه جور نوشت، همه جور نوشت. بعد فرزندم به من که نشون داد، گفتم این کیه؟ ولی کی نشون داد؟ توی؟ گفتم این که خودمونم نمیدیم از خودمون. آقا ریستر این کارایی که تو انجام دادی این کرده توش میده بیرون. بعد تو فرانسه ماه پیش گفتم فلانجا درس امتحان دادن، امتحاناشون همه باید دوباره برن بدن، چون این رفتن از ایلون ماسک زدن سوالا رو اون جواب داده، زدن جواب داده کپی کله، یعنی کپی کردن، کله یعنی چسبوندن کپی کله. اینو پیغمبر جدیدت بدبخت ایلون ماسک. ایلون ماسک جهان، من بارها گفتم مثل ادیان هست. من ادیان رو از سالها پیش در دینداری و خردگرایی و پیش از اون اجتهاد نوپردازی در اندیشه، در ایران بودم هنوز که این کتاب رو نوشتم، نتونستم منتشرش کنم. فقط یک کتاب من در ایران یا دو کتاب من از صد و خورده کتابم منتشر شد. یکی پیشتاز مبارزات خلق و یکی دیگه اسلام منهای روحانیت. اسلام منهای روحانیت از این چاپ کشیدن، پاره کردن، سوزوندن، بعد ما فرار کردیم خارج چاپ کردیم. بقیه کتابای من در خارج چاپ شد. چه هنگامی که لبنان بودم اونجا نوشتم، یکی دو تا اونجا چاپ شد، بعد که وارد پاریس شدم. در اجتهاد نوپردازی در اندیشه و دینداری و خردگرایی و قرآن سروده به سبک پارسی، ما اینها را شرح میدیم که ادیان و از میترا تا محمد، همه ادیان تقریبا سه تا دین اصلشه، سه تا مذهب دارن، سه تا شاخه، همش این سه تا دارن. یکی کاتولیکن، یکی ارتدوکس، یکی پروتستان. حالا من میخوام به شما امروز درس جدید بدم، حرف نو بزنم، آکادمیک بهتون بگم که نظم نوین جهانی هم یکی نیست. یک نفر رهبری نمی کنه، یک فکر رهبری نمی کنه. چون جامعه آزاد و باز هست، در جامعه آزاد و باز هر کسی که توانایی خودش نشون بده میتونه بره بالا از نظر فکری، میتونه بشه بیل گیت، جف بزوس، ایلون ماسک، مارک زکربرگ، اینها بالایی های اقتصادی هستن، یا جورج سوروس که رئیس همه این هاست. شما ذکاوت داری میری بالا به این مراحل میرسی، بعد میدونی میشه بلک راک. بلک راک یعنی حجر الاسود، بدبخت آخوند ابله شپشو مملکت من ویران کردی، حجر الاسود دنیا رو میگردونه الان، عربستان سعودی. ولی کمپانی همه توسط امریکایی خارجی های داره میشه، مثل قطر که این کمپانی هواییش که الان دنیا رو گرفته توسط فرانسوی اداره میشه، مدیریت اینجاست، یا مثل هر کار دیگه. حالا هم بلک راک دنیا رو میگردونه، دنیا رو میگردونه، حجر الاسود، بدبخت میگیم حالا. خب همچنان که مذاهب سه تا هستن، ادیان به سه مذهب تشکیل تقسیم میشن، نظم نوین جهانی هم امروز سه جور. حالا ارتدوکس بنیادگراها هستن، مسلمونش، مسیحیش، یهودیش، بوداییش، هر کسی. بنیادگراها و کسایی که توی ایران مثلا یهودیایی هستن که ریششان انقدیه، بهشان میگن ناتوری کارتا. اینا تعدادشون تو دنیا خیلی کمه، ولی این ناتوری کارتاها کسایی هستن که احمدی نژاد اینا رو نگه داشتن، آوردن، بردن تو ایران، پشت صحرا هستن. این ارتدوکس های یهودی هستن.
ارتودکس های مسلمون ما این مراجع تقلید بیخاصیت ابله هستن که اونجا تمرگیدن، وجوهات انگلیسی از کانال کشورهای عربی براشون میاد، یک دل حقوق میدن، همونجور خودشان نگه داشتن ریششان و امامشان و به حساب دینشان ارتودکس هم مراجع تقلید سنتی که امکان داره با حکومت ولایت فقیه مخالف باشن. حکومت ولایت فقیه کاتولیک ها هستن، کاتولیک های اسلامی هستند که مثل پاپ، پاپ کاتولیکه، حکومت میکنه ولی باز حکومتی او کمرنگتر از آخونده است. و سوم پروتستان ها هستند. پروتستانتیزم از با رنسانس غرب و فرانسه و اروپا پدید آمد، یک نوع اعتراض بود به مسیحیت که این اعتراض به مسیحیت در جایگاه مختلف خودش نشون داده و امید الان برخی از کشورها پروتستان هستند. پروتستان کلیسا رو قبول نداره، انجیل نمیگه که فرمان میتونه صادر کنه، دموکراتیک. خب حالا تو مسلمان هم اونا که ارتدوکس شدن، اونا که کاتولیک شدن، حالا پروتستان هم دارید. پروتستان این گروه های اسلامی هست که تازه تخم چیز این پروتستان خارجی رو ندارن، مسیحی ها که مثل یهودی ها رو، مثلا یهودی پروتستان ما داریم، هر روز دارن پروتست میکنن، یهودی های پروتستان تظاهرات میکنن، چه میکنن لایکن، خردگرم اکثریت یهودی های جهان تبارشون یهودی هست ولی اینها پروتستان هن، اینها مذهبی نیستن، یعنی نه ارتودکس هن نه کاتولیک هن. ارتودکس اونا این که میگن اسرائیل باید نابود بشه، ناتوری کارتا میگن اسرائیل باید نابود بشه، خامنه‌ای هم که میگه اصلا اینا اینا ناتوری کارتا هستن، میگن اسرائیل باید نابود بشه تا موسی موشه بیاد، حکومت مهدی بیاد، حضرت مهدی باید بیاد حکومت تشکیل بده، غیر از او کسی دیگه بیاد نباده. اینا ناتوری کارتا ها ارتودکس های یهودی هستن. خب و باز یهودی ها کاتولیک هم دارن، عاقل ترن از اینهای دیگه، اینا تو کنیست هستن، تو قدرت هستن، تو سیاست هستن و مذهبی هستن، نماز روزه شروع میکنن، مقیدن فلان، اینا همه سر جای خودش، ولی به افراطگری ناتوری کارتا ها نیستن و به آزاداندیشی پروتستان ها و اون لایک های یهودی نیستن. حالا در یهودیت ارتدوکس داره، کاتولیک داره، پروتستان هم داره. پروتستان ها لایک های یهودیت هستن که خیلی زیاده، مثلا جورج سروس یهودی تبار هست ولی لایکه، نه خدا رو قبول داره نه پیغمبر قبول داره، جز زمین خودشو پرشن. بخشی از جهان اینجوری داره اداره میشه. حالا نظم نوین جهانی نیست، این ستاره داره، یعنی در نظم نوین جهانی شما از این مایی که بالا دارن رهبری میکنن، نسل قدیم رو دارید که کمی ارتودکسه، نسل بعدی رو دارید که کمی کاتولیکه و توشون دارید که پروتستانه، مثل ایلون ماسک رهبر درست حسابی به نگاه سیاوش اوستا، به نگاه سیاوش اوستا. توی جهان سرمایه‌داری کنونی و نظم نوین جهانی دو نفر هستند که اینها نگاهشون بازتر، لایکتر، دموکراتیکتر، خردگراتر هست به هستی. یکی ایلون ماسک هست و یکی جف بزوس مال آمازون و اون بالا اون رهبری جامعه باز که معتقد است جامعه باید آزاد و دموکراتیک باشه. تا هرگاه یک رهبری فسقلی بازی کرده من یکی مردم بزنن تو دانش بندازنش با این با تظاهرات با فلان اینا. ولی جمهوری اسلامی چون در ایران مردم ما بی غیرتن، اکثریت به اون مکایی که من تو کوچه و خیابون اینا کاری ندارم، ما دیگه مقام تعارف نداشته باشم با شما عزیزانم، قربونتون برم الهی، تعارف هرچی کردیم بسه، 7000 سال تمدن و تاریخ مال تو بدبخت بیچاره مفنگی نیست که تو خونه تمرگیدی بچه‌هاتون رو کشتن، نازنین‌ها، رعناها، اسمی که من میتونم بیارم از این همه دلاورها میاره پای اعدام میگه نه قرآن بخوانید و نه نماز، نه شیخ و ملا، موسیقی، جشن و شادی. کیان مادرش میگه بچه من بیزار بود از قرآن خوانی، شکاری محسن میگه این چاقوی قصابی من برای این بود که دشمن بکشه. کجایی؟ نیکا قهرمان من، عشق ایران، نیکا شاکرمی، میره رو سروش موسیزونه میندازه، بعدم قبلش خونده رقصیده آواز عشقه میکشنش، مادرش مثل شیر تو میدونه میبوسمش، دستشو میبوسم مادر مهسا رو، دستشو میبوسم مادر نیکا رو.
سارینا رو. دستاتون رو سیاوش عوستان میبوسه مادرهای نازنین. زینب مادر کیان میخواست بری ناسا؟ رفت تو دل تاریخ. تاریخ از کیان پیر فلک یاد میکنه. میسم بفتخار کن، به عشق کیان از جا بلند شو، همه ی دردها رو رها کن. فرزند نه سالت پیامبر آزادی بخش مردم سرزمین ما شد. نوروزتان شاد باد ای خانواده های شهیدان. شهید واژه است پارسی، یعنی گواه در تاریخ، شاهد، گواه در تاریخ. سیاوش اوستا که منادی پارسی گویی، پارسی اندیشی، پارسی نویسی، نام پارسی است، به شما میگه بدبخت شهید واژه ایرانی است و پارسی است. این دشمن ستمکار از هر چیزی که زیبایی است بدش میاد، از هر چی که زن نشون داده بشه بدش میاد، از هر چیزی که عشق، مهر ورزی باشه، سپیدی باشه، بله بله بله، زیبایی رو نشون بده بعدش میاد. بچه های ما فهمیدن امروز. عزیزان من، ای سلحشوران دختان آریایی، از همون که رژیم بعدش میاد شما دارین سرش میرین، نشون بدین هر روز رقص، شادی، آواز در کوچه و خیابان. لباسی دلتان خواست بپوشن، هر لباسی. روز یک بچه 9 ساله آمده به من میگه خدا مگه آدم آزاد نه فرید لخت مگه نه بدبختا، فکر کردین چی؟ بیشورا آمدن یک چیزایی تو کله من. بارها گفتم بازم میگم، چون در از خودم میگم، به خاطر چی؟ به خاطری که دیگرم دل پیدا کنم، شجاعت پیدا کنم. من از کودکی عاشق زیبایی، زن، مهر، ورزی، خوشتیپی بودم. من 18 ساله بودم مشهد وینروالد رو میگردوندم. شما میادین شبا میرقصیدین اونجا، بعد صبح من میرفتم دبیرستان وینروالد. یادتونه وینروالد؟ من سیاوش اوستا از کودکی چنین بودم. بدبخت یارو یه روز، یک روز کیهان تهران شریعت مداری اومده بود، نوشته بود اون سالا نشون سیاوش اوستا به چمیشاد فلان مذهبی رفتار مطربی میکنه، کنسرت میذاره، خواننده مانندار میاره. بعد وقت به چه کوچه دریادل اون موقع بود یارو پسره چه شریعت مداری، شریعت مداری حسین، شریعت مداری میشناسینش؟ بدبخت. همون موقع که من نوگون خانما بود مدیر وینروالد بودم، مردم رو میرقصوندم، شادی، موزیک. هر شب از دبیرستان میرفتم وینروالد، خیابان جهانبانی، بعد چلو کابی نایب، بعد الان چاپخونه است اونجا. و ما شادی آفرین بودیم، جز به شادی نکشین. بعد از اونم که اومدیم پاریس، وقتی که او گفت فلان رفته مطرب شده، برای این بود که من یادیم جنگ خون داد وقتی تو ایران اینا، شروع کردم به برگزاری جشنهای ملی میهنی در
ترین و شیکترین سالن های پاریس و بزرگترین هنرمندان ایرانی، هنرمندان ما به دای خدا شوفر تاکسی بودن، کارای همجور روزنامه این آگایرش میذاشت دختره رو دوشش و توش پر بیست کیلو دکی میفت در خانه های مندم. این آگایی های دفترچه بود، کتاب بود، مجله بود، پخش میکرد. هنرمند اسم مملکت من اینجوری کار میکرد، پمپ بنزین کار میکرد، کارمند تو رستورانه کار میکرد. من همین هنرمنده ما کردن دیگه، پیغمبر رو من زمان رو لدم قبول ندارم. اومدم گفتم چرا ایران یه جور باشه؟ گفتم هم ایرانی باید شاد باشه، هم هنرمند من باید سر بلند باشه. کنسرت های بزرگ در سالن های بزرگ گشتم، توی کلوکه ها میرفتن میخوندن، دوازده نفر نمیامد. تو همین پاریسش تازه من وارد شده بودم، دو تا هنرمند درجه یک مثلا این مشهورا یهو گفتن که اینها اینجا برنامه دارم. میگم تازه ما رادیو شروع کرده بودیم، ما رفتیم چهار تا جا رزرو کردیم با خانم بچه ها و رفتیم اونجا، دیدیم رستوران چهل نفر آدم جا میشه، خواننده درجه یک ما داره میخونه اونجا، بیست نفر هم تو سالن نیست. اینجوری بودن این بیچاره های طفلی و بدبخت ها. میگم که اگه پرلو شدن از پرلوگری در میان، میگم که در خط مردم قرار بگیرن همه شون بلا استثناء. استثناء نداشت که کنسرت بزرگ بذاره. بعد فرخزاد اومد کار بزرگ رو شروع کرد در لندن و اینها، و بعدش سیاوش عبستو کمکش کرد، ما دنبال کردیم. یک مقطعی من پشت صحنه اینا رو کمک میکرد، مثل اوتلو در سرزمین عجایب مال غلام حسین سعادی تهیه کنندش من بودم. تو زیرزمین خونه محمد سحر تمرینا رو میکردم، هفته شب میمدن تو خونه من مداد رنگی مینشستن غذا میخوردیم. با چه مشقتی اوتلو در سرزمین عجایب، ولی من تهیه کنندش بودم پشت صحنه. اون دو سه نفر میدونستن، بقیه هم نمیدونستن، یه ایرادی هم نداشت. حتی تو رادیو من با نام مستعار کار میکردم که صیاد رو وقتی برای اولین بار سال 1989 آوردمش توی رادیو که برنامه براش در پاریس گذاشته بودیم، صمد به جنگ میرود، بعد آخرش یهو تا تموم شد بچه ها گفتن تهیه کننده، نویسنده و تهیه کننده برنامه محسن پارسی. سید دنبال محسن پارسی میگشت، گفتم با همین سیاوش عبستی تو با اسم مستعار اینجا برنامه میری، ما رو با اسم خودمان آوردی توی استودیو. گفتم نه ترس سید جون، ما اینجا ایم. یه شب دیگه همین چند سال پیش بود، خونه من بود. سید صبح که ساعت 4-5 صبح هوا تاریک بود، با رفیقش آقای برزگر اومده بود اینجا و داشت میخواست بره، 4-5 صبح بود اومد بره پایین بره، منم مادم تا بلدقش کنم ماشه سوارش بره. بارون میومد، بارون شدید، خیلی بارون میومد، و همینجور ما خیش شدیم و مچاله شدیم و واسطاد ماشین رو دوم در، بعد طرف بره سوار بشه. دیدیم یک رفری رافتگری 4-5 صبح داره جارو میکشه. اول که سیاد تعجب کرد که عجیب 4-5 صبح برو توی بارون شده جارو میکشه، داشت جارو میکشید، داشت جارو میکشید. بعد یه همون فردی که جارو میکشید گفت آقای زمد، آقا سلام علیکم. نگاه کرد رفت نشست تو ماشین. گفتم پرویز بهت سلام کردین آقا، حالا درود نگفت، گفت سلام. جواب شده بده که ایرانیه در با کردات کنید، حالا شما خوبه دست داد و پیانه. گفت آقا بعد رفت وارده گفت تو یاره محافظ داری اینجا با جوجل با شخصی فارسی هم حرف میزده پایین. این پرویز سعید، یعنی قربونتون برم مردم سرزمین آریایی، نبرد هزینه میبره، نبرد پول میخواد، جان میخواد، بچه هاتون دادن و شما شب عیدی. حالا ول کنین، پاشید زیبایی، پاشید رقص، پاشید شادی. و ما امسال از نیم ساعت پیش از اینکه سال دیگرگون بشه، یعنی به وقت پاریس 10:30 شبه، به وقت ایران 21 مارچ میشه ساعت 1:30 شب، دو سه ثانیه رو ول کنین، تایم رو فیکس بر اساس تقویم‌های آریایی میترایی، تقویم‌های آریایی میترایی رایگان دانلود میکنید. خب ما برنامه لایو موسیقی داریم رادیویی که شما هر جای دنیا باشید میزنید avairan.com گوش میکنید. همیشه این رادیومون هم فرانسویه، استثناءً ما اون شب برای شما دو ساعت برنامه لایو نوروزی میریم که سال نو رو با هم باشیم با موسیقی و رقص و آواز و شادی و دیگه هر چه دلتون میخواد.
ولی میرید رو avaeiran.com میزنید، از به ایران تایم ایران میشه 1:30 شب، از 12:30 شب شروع میشه، به وقت پاریس میشه 12:30 تحویل میشه، ولی شما ساعت 10 شب بین روی این فرکانس. اونایی که تو پاریس هستین روی FM میتونید ما رو ببینید، رادیو ECMTNO روی FM میتونید ما رو بزنید بشنوید، یا رادیوی نومریک دب پلوس. اگر دب پلوس و FM نذارین، حتی تو ماشینتون هستین، حتی تو ماشین که هستین نمیتونی FM بگیری، همین تلفن دستیت میزنی، میزنی avaeiran.com، تک کلیک میکنید، گوش میکنید. بقیه تایم تمام هنگام های دیگر نیز اگر فرانسه بدانید، این رادیو فرانسویست، میتونید فرانسه گوش کنید و فرانسه صحبت کنید. این رادیو به شما امکان میده که زنگ بزنید هر چه میخواهد دل تنگت بگوید. سال 1761 شروع میشه، ایلومیناتی که تو دنیا هست، فراماسونی که تو دنیا هست، همه اینا از ایلومیناتی، از ایلام، ایلام یعنی نور، روشنایی، ایران یعنی آزاد پاکندیش، ایران آریا، آرمنی. این تغییر لهجه ها بعدا به وجود اومده، مثل که پارسی ما شده فارسی، مثل آبریز ما شده ابریق، مثل خیلی چیزای دیگه که تغییر واژه داده. ایلامیان نخستین دولت متمدن جهان هست، در این رابطه رپورتاجی هست، فن دو موند، آخر زمان، میتونید برید گوش کنید، که آمریکایی‌ها ساختن. و آمریکایی‌ها پس از اینکه تاریخ 7000 ساله رو منتشر می‌کنیم، 30-40 ساله، اینا با ماهواره، با مهر ایرانیان و جهانیانی که ایران رو دوست دارن و فرهنگ کهنشو، رفتن با ماهواره زیر زمین از عربستان سعودی تا کویر لوت تبسر رو فیلم برداری کردن، که شهرها و تمدن‌های هزاران ساله ایرانیان، ایرانیان زیر خاک است در آنجا. شوش دانیل، برای همینه که 33 تا از قبرهای یهودیان پیام‌آورانشون در ایرانه، از شوش شما بگی تا داوود و تو ایرانه، که من در کتاب ایران 7000 سال تمدن پرس ست میلان دو سیویلیزاشون، ببینید چاپ جدیدش، این چاپ جدیدش، این رو اضافه کردیم و نوشتیم و غیره. بهاران خجسته باد مهربانی ها، هر کسی یه جور خداوند رو عبادت کنه، یکی بخشش میکنه، یکی بخشش میکنه جونش رو با عزت نفس، یکی بخشش میکنه جونش با عزت نفس، دیگری بهره یه لقمه نون. ببین این شکایت خیلی بده با، یکی میره جونش رو فدا میکنه و یکی میگه آقا یه لقمه نون کسی کم و زیاده شکایت چقدر زبی کلهی این خاص مان کلار منه، زمین بساط و در و دشت بارگاه منه، زنن تعلی که اندر جهان پناهت نیست، زنن تعلی که اندر جهان پناهت نیست، به جان دوست همون نیستی پناه من هست. خیلی قشنگ ها، به جان دوست همون نیستی پناه من. آهنگ شروع میشه میگه میدونی دنیا وفا نداره، میدونی دنیا وفا نداره، یا اگر داره دعوا نداره، آدمی با دل پر امیدش رو به درگاه خدا میاره، زندگی یا که سیاه یا که سفیده برای تو، توی ناامیدی ها گاهی امیده برای تو. بعد میگه زندگی شهر فرنگ، زندگی شهر فرنگ، آدم ها رنگ و رنگه، یکی با خودش گلاویز مثل ابر و باد پاییز. میشه فرق بود در تهران آقای استاد پایگانی در اونجا واسه چنل گرفتن اینا، ایشو باید یه شعر خوندن اونجا، شعر را خواهش کن جاز بپایگانی، من اونجا خوندم برو طواف دلی کن، برو طواف دلی کن که کعبه خود سنگه،
برو طواف دلی کن که کعبه خود سنگ است، که اون خلیل بنا کرد و که اون خلیل بنا کرد و این خدای خلیل شما ببینی اونی که به صورت زاده دست و خاک و خشت و این چیزا هست اونی سمبوله دست اونی که درست کرده خداش روزهای هفته در تاریخ و تقویم آریای میترایی که غرب از ما گرفته ما دوباره برگردوندیم به خودمون. این که تو غرب میگه ساندی ماندی اینا بر اساس تمدن ایرانی آریاییش که میترا آورده، یکی از کتاب‌های 120 گانه اوستا، یکی از کتاب‌های 120 گانه اوستا زرتشت نخست در جهان در رابطه با ستاره شناسی است و من تقریبا 7000 ساله رو که استخراج کردم میکنم بر اساس تکیه بر همان فرهنگ کهن، تمدن کهن، کتاب کهن هست. شنبه میشه کیوان شید، یک شنبه میشه مهر شید. مهری خانم، مهری جان، کیوان جان. دوشنبه میشه محشید. محشید خانم حالش چطوره؟ چقدر محشید داریم. بهرام، بهرام که بهرام گوریاتونه، سه شنبه است. تیر شید چهار شنبه است. اورمزد شید پنج شنبه است. جمعه، اون جمعه به جمعه سر و گوشش می جمعه. اصلا ننگ ندارین و شادی کنید، خوش باشید، بزرگو باشید. خانم آذر شیوا میگه سیاوش اوستا تند خشم و خنده رویه، خنده رو ولی عصبانی میگنه. حالا همیشه بخندین. عزیز نسین استاد من بود، همیشه شاد باشید. خب آدینه جمعه ها میشه ناهید چی؟ نمیتونی بگی 2500 شاهنشاهی، چون 2500 شاهنشاهیش شاهنشاه آریامر اعلی حضرت همایون قدر قدرت عشق من چند ماه پس از اینکه رسمیت پیدا کرد حذفش کرد، به خاطر اینکه اون تاریخ شاهنشاهی ایران هم نیست. تاریخ شاهنشاهی ایران با حسابگری هزاران سال قدمت داره. استاد شجاع الدین شفا، استاد عزیز و نازنین و رفیق من که روانش شاد باد، در اینجا پاریس در دادگاه رفته بودیم. این مرحوم احسان نراقی با یکی از آقایون اینجا دعوا شده بود، این شاهد ماهی میوردن علیه هم دیگه اینا. شجاع الدین شفا تو دادگاه تقویم رو گرفته بود، رو دستش بود، گفت آقا اوستا ما چرا تو رو زمان اعلی حضرت نداشتیم؟ گفتم اون موقع ما تنزه به دنیا آمده بودم، شیر میخوردم. گفت اون موقع اگه ما میداشتیم 7000 ساله رو میکردیم به جای 2500 ساله، چون ما رو دعوت کردن رفتیم اسرائیل برای یاد روز کوروش. بعد وقتی که برگشتم من به اعلی حضرت پیشنهاد کردم، گفتم خب اونا که میگن کوروش 2500 سال پادشاهی، ما چرا نگیریم؟ منی که شفا بودم نمیدونستم بابا 7000 سال ما تمدن پادشاهی ما از ایرانیان از قدیم، از نمیدونستم. حالا فهمیدین نمیدونستم یعنی چی شفا؟ یعنی که هر روز که چیز نو در میاد، کشفیات جدید، تاریخ و باستان شناسی نو در میاد. اگر رومان گرشمن نبود که بره پرسپولیس تخت جمشید رو از زیر خاک در بیاره، این یهودی سربلند و آزاده و دلیر و نام‌آور فرانسوی رومان گرشمن، تاریخ 7000 ساله مدیون اویه. ایران پیش از اسلام کتاب داره، برید بخونید. ایرج اسکندری در تاریکی هزارها کتاب داره، در تاریکی هزارها برای نخستین بار. ولی ایرج اسکندری اینجا تو پاریس من چاپ کردم، هزینه شو دادم چاپ کردم، حالا تو خود ایران تجدید چاپش کردن. همه در تاریکی هزارها برید بخونید تمدن 7000 ساله شما، ببینید چه شوکتی دارید، چه عظمتی دارید. حالا هم که از همه اینا میگه بگذر و بر مبلغ افزا، این تبس صحبتش شد، این جناب آقای مهندس حسین میرزخی، میرزخی خیر به زبان عبری میگن خه، میرزایی رو مزرخی میگن، مزرخی. این آقای حسین مزرخی میرزایی در تبس
چه شاهکاری کردی پسر، عجب جوان خوشتیپی هم هست. ببین بچه خوشتیپ ما زیاد داریم. خب آقا رفته میلیون ها بعض ریختن توی صحرای توبس جونم که اینا درخت میشه. من زاده مشهد هستم با فخر بسیار. پدر و مادر من زاده طبس هستن و روستای خسرو آباد. خسرو آباد و زهروک ده دیگه ایماش که تو کوهمه هاش طرف های همون تحسین رو پیدا کنم. فکر کنم 4-5 تا خانمه رو بیشتر نداره. قدیم فرار کرده بودیم و اجداد ما با حسن صاحب با اینا بودن رفتون اونجا تو کوه زهروک. اگه کسی از زهروک خبر داره به من عکس اینا بدید و بفرستید. زلزله طبس من اونجا بودم. طبس شهر بزرگیست. طبس هرگز اون موقع مردم دکوناشون رو شبام نمیبستن، اصلا زندان نداشت، کلانتری هم نداشت. وقتی اونجا زلزله شد سال 1356 تازی، یک بازداشتی هم اون که نه داشت ازش میگفتن، یه غیر طبسی اونجا بود که مثلا طبسی از زیباد بهش میگن طبس گلشن، حالا جنوبی شمالی کردن ول کنید مزخرفاتو، طبس گلشن. ببینید حسین میرزایی چی کار کرد. 60% بیابان‌های استان خراسان جنوبی و 10% از بیابان‌های کشور اینجا در شهرستان طبس قرار دارد. در سطح 3 میلیون هکتار، از این 3 میلیون هکتار حدود 1 میلیون هکتارش کانون‌های بحرانی فرسایشیه که نیاز داره کار بشه، مراقبت بشه. کانون‌هایی که با خشکسالی و از بین رفتن کشاورزی، مهاجرت روستاییان را به شهر نتیجه داده است. کلوم این منطقه کشمه شده. همه خوش شده. در راستای طرح مردمی کاشت 1 میلیارد نهال، اینجا در بیابانی در نزدیکی روستای دهنو و فاطمه برات طبس، دانش آموزان پای کار آمدند. از حدود 15 آموزشگاه در 3 مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، مجموعاً حدود 2000 دانش آموز در این پویش بزرگ شرکت کردند. در این پویش از 2 میلیون بذر تاغ که یکی از گونه های سازگار در تثبیت ماسه های روانه است استفاده می شود. به نظر من این پویش نباید به امروز خلاصه بشه و خب هر ایرانی است میتونه سهیم باشه توی این پویش. چرا؟ چون که کمک میکنه به اون افزایش پوشش گیاهی. با بسپاشی که امروز با دوستان انجام دادیم از حرکت شنهای روان و افزایش بیابانزایی جلوگیری کردیم. چون اگه این کار نکنیم تا چند سال آینده شاید مرگ تدریجی روستاها بشه. با بسپاشی امروز به کمک دوستان از مهاجرت مردم روستا به شهر جلوگیری میکنم. حفر تلاهای رسوبگیر نیز هر چند سال یک بار مسکنی برای جلوگیری از ماسه‌های روان است. من الان داخل کانالی هستم که 7 سال از حفرش میگذره که به عمق 2 متر بوده که از حجم وسیع از ماسه وادی پر شده که قرار روی اینا در امسال یا سال بعد نهال پاره. حالا این جمهوری اسلامی شنیدید که با چین اینا آشتی کردن. این ابتدای برنامه که عرض کردم بهتون، 3 تا قدرت، ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان، در رابطه با اسلام کنونی در جهان نیست. شما اینو دارید، جدایی که در خود ایرانی ستاره دارید، اسلام جهانی شما اینو دارید. یعنی یک اسلام دارید که ارتدوکس بنیادگرا است که اون عربستان سعودی بود، ولی از وقتی که محمد بن سلمان اومد رو کار، او الان داره حتی از پروتستانتیسم اسلامی هم میزنه بالاتر، چون یک شهری داره میسازه. اونا قبلا گفتم برید بخونید، صوفی مثلا اولین زن روبر خرید مال خودش، اصلا تکنولوژی محمد بن سلمان شاهکار، که این مشتبه خامنه‌ای که الان رهبر ایران اونه دیگه، همه کار مشتبه خامنه‌ایه، به پای او هم نمیرسه. چون مشتبه خامنه‌ای جمیله کفشش میگه که کفششو ندازن، اس ام اس بلد نیست بزنه بیچاره بدبخت، اصلا اس ام اس نمیدونه یعنی چی. دخترعمش تو زندان اسمش چیه مثلا، اصلا نمیدونه. حالا اینه که داره برای شما بدبختای بیچارهای فلک زده حکومت میکنه با نظرت مادرش خانم منصوره خجسته و این خاندان پلید شیطان بی بی خواهد داده. اون یک بچه داره عطار مطار چیه؟ فرید اون ننه خکیش بره مثل بچه زن ولایتی بخواد خود چی پران کنه بیاد پایین. یه خانواده حداد عادل، غلام علی حداد عادل، مشتبه خامنه‌ای، مادرش منصوره، اینا بر شما بدبختای بیچاره تاریخ حفظاتشان دارن حکومت میکنن. حالا محمد بن سلمان چند جلسه ما با هم بهتون بارها گفتم در 14-15 سالگیش باباشون رئیس العربیه بود برای کنون شاهه،
برای افتتاح العربی کوپا اومده بود لندن، بعد مدتی پاریس، ما با هم جلساتی صحبتی ذهنش اصلا مثل همه شما که عوض شد عوض شد. چه اسلام یعنی چه اجدادشان چی میگه؟ من مادرم ایرانیه، افتخار میکنم. ولی اون سال گفته که نمیگه مادرش ایرانیه، از قبیله عجمان، عجمان هستن، عجم ها، قبیله عجمان. حالا به هر حال اون که ارتدوکس بود عربستان سعودی که زده بالا، کاتولیکاش جمهوری اسلامی بود و ترکیه که تقریبا زمان آتاتورک ترکیه شده پروتستانتیست، یعنی به اسلام لگد زد. آتاتورک اومد به اسلام لگد زد، همزمان رضا شاه هم کاری کرد. رضا شاه هم اگه اسلام لگد پروتستانتیسم رو مطرح کرد. بعد الان قاطی پاتی شده دیگه، الان با این صلح که اینا کردن، من خلاصه مطلب رو شما میگم، بعد وقتی بیچاره به دنیا هم گفتم این میگم، الان اتحاد سه تا برانش، سه تا شاخه، سه تا مذهب در اسلام هست که ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان، که اینا میشن عربستان سعودی، ترکیه، جمهوری اسلامی. این سه تا الان با هم متحد شدن، سرویس دنیا، فروپاشی غرب خواهد بود اگر شما کمک نکنید که ایران آزاد و آریایی و سربلند و رضا شاهی در ایران، درود بر رضا شاه، روحت شاد رضا شاه، اگر کمک نکنید شما مردم که ایران رضا شاهی بشه، اگر نشه دنیا در خطره. دنیا، من تو این 40 سال تجربه به شما بگم قاطع، فقط به تنها چیزی که می اندیشد پول است و پول. آدم هایی که دارای پرنسیپ و المان هایی باشن که میلیاردها دلار از پولشون رو بدن خرج کنن که اونجا حکومت عوض بشه، دیگه اینا هم رفتن، دیگه آخره اون بهشون میان یک نیست کسی. اون ایدئال های چپی و مارکسیستی و سوسیالیستی اینا همه الان همه چیز جهان دلار، همه چیز جهان پول، پول 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 در بیارن. الان فکر کردی چین اومد دست اینا رو گذاشت تو دست هم؟ علی شمخانی که اصلا آدم اینا بوده، من قبلا گفتم برید برنامه قبلی گوش کنید، علی شمخانی آدم عربستان سعودیه، وحک عربی، هو من افر عربی، یعنی علی شمخانی کسیه که حزب میشه منصوریون زمان شاه بزرگوار ما و همین محسن رضایی با پول صدام حسین. علی شمخانی از زمان صدام حسین نوکر صدام حسین بوده، ضد ایران، ایرانی، تجزیه طلب، بدبختا. الان اکثر درگیری هم که به وجود میومد علیه خاتمی، چون خاتمی به اصطلاح اینا کاتولیک ارتدوکس خودشون بودن، پروتستان خودشون بودن، دعوا داشتن. خاتمی درگیری که وجود میومد با احمدی نژاد، درگیری که وجود میومد زمان روحانی، الان درگیری که همین خود یارو مرتیکه داره، رئیسی که آقا ما نفهمیدیم چی زد، ما آقا کجا بود، کی بود، زد کجا، چی بود. بعضی وقتا راست میگه، این شمخانیه رئیس شورای امنیت ملی، بالا دست همه قدرت ها، یعنی بالا دست رئیس جمهور، قوه قضاییه، قوه مقننه، بالا دست وزارت اطلاعات. اصلا چند تا برنامه داشت برای زدن خود رئیسی، چون با رئیسی بده این علی شمخانی، با رئیسی بده، خواهید دید رئیسی چند وقت دیگه ترور میشه. علی شمخانی الان بچه‌اش میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری به عربستان سعودی مثل بچه‌های دیگران از سال‌ها پیش دارن. حالا اینا که الان با هم دست دارن میدن، شما فکر نکنین به نفع جمهوری اسلامیه. این سود رو چین میبره و عربستان سعودی، چون عربستان سعودی تو فاز نوین جهانی الان هم از ارتدوکس اومده، هم از اصلاح طلبا و فلان اینا، به ادیو صدا دین کاتولیک ارتدوکس پروتستان اومده بیرون. عربستان سعودی هم فقط به فکر پروسسیه، توریست و امکانات دیگه و با دنیا کار بکنه و فلان فلان. پس او همچنان که توی سالا برنده شده به ایران نسبت به ایران، الان برنده خواهد بود، جهان اسلام تو دستش. از اون طرف چین میلیاردها دلار به ایران بدهکاره، یه فکری علکی وسط وایساده، این میلیاردها دلار بدهکار چین به ایران. خب این پولا رو گفت ما که پول چی بدیم، پول چه بدیم، گفت میره اینا رو با صلح بکنه با عربستان سعودی، اینا این وسط ما معامله میکنه. معامله چیه نمیدونین، میگم بهتون. یکی از موارد اتفاق این اتفاقیه اینه که جمهوری اسلامی ایران بایستی تمام هزینه و خسارت عربستان سعودی رو توی سالهای اخیر بده. خسارت ها چیه؟ آرامکو رو که زد زمان، آرامکو
آرامکو حضرت قاسم سلیمانی که برای همه هم ایران هم عربستان سعودی اینا کشتن قاسمو به خاطر آرامکو. آرامکو که زد میلیاردها دلار الان ایران از پولایی که توی چین داره به عربستان سعودی داد برای این داشتین. حالا سفارت که اصلا پولای هیچ قابل نیست که. حالا چین مگه پول میده به عربستان سعودی؟ خب پولا رو ور میده میگه عربستان سعودی خانه میخواد چی میخواد؟ قصر چیزی میخواد، جاده میخواد، میره برش از اینا میسازه. اون سوده چین سود مسئله مالیه، جهان کنون جهان مالیه، همه چیز به پول بنده عزیزان من. بعد تو این جریان اسرائیل هم زیان میکنه، تو این جریان صلح ایران و اونا به چه دلیل اسرائیل زیان میکنه؟ چون اسرائیل الان در منطقه چون حکومت جهانی است، وجود اسرائیل اگر با به میل حکومت و قدرت جهانی نباشه ضرر برای اقتصاد جهانی. برای همینه که جورج سوروس اون رقیب رو، رقیب بنیامین نتانیاهو رو تقویت میکرد همیشه و میکنه. الان حرفی که ما سالها پیش دادیم و اخیرا خود اسرائیل زد، من شنیدم که جورج سوروس نشون داد و اینا و گفت این مخالف شد. اصلا یه جلسه من بودم که مشاور و معاون بایدن حضور داشت، خانمی که ایش خانمم کلیمی هستن و برای ضد نژاد پرستی کنار بایدن هست، ایشون خودش خانم تأکید کرد، گفت وقتی که سوال شدش در این مورد گفت اینا مواردی که جورج سوروس بیدین به وجود میاره و فلان اینا. این درگیری ها هست بخاطر همین که الان اسرائیل سود نمیبره تو این قضیه. الان عربستان یکی از موارد اتفاقی تو این که جمهوری اسلامی قرار داده اینه که ارتباط نباید مستقیم عربستان سعودی با اسرائیل داشته باشه و الان داره حتی خواهید دید بعد از اینکه با عربستان تموم کنه آذربایجان پدید میاد که آذربایجان نابودش میکنه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی آذربایجان نابود میکنه، از الان هم شروع کرده بهش اولتیماتوم میده به خاطر وجود اسرائیل. میگه اسرائیل چون برای همین اسرائیل کلن توی معامله اقتدار ستا اسلام در جهان ترکیه ایران عربستان زیان میکنه، چون رجب طیب اردوان هم اجوری نمیخواد، میدونه خب عربستان هم میدونه، فقط ایرانی هستن که با یهودی خوب ته دلشون مخالف علی خامنه‌ای هستن، وگرنه ترکیه همه خداشونه که یهود براشون بده. عربستان سعودی یهود ببینه سرش میبره، چون اینو نگاه نکنین همون نجات پرستی محمده که نصف روز 700 تا بنی قریظه رو کشت و تمام قلعه های عرب و یهودی رو حمله کردن. پس این اتحاد به زیان عربستان خواهد شد و الان رئیس پیشین موساد ببینه چی میگه. رئیس پیشین موساد میگه از خارج ما حمله نمیشه، میگه این اینقدر چه میکنن از این داخل ما رو متزلزل میکنن. این رئیس پیشین موساد. بشویل لاروس مدینه، بشویل لفرق مدینه لگورمیه، לא צריך את האיראנים. אפשר לעשות בצורה מאוד מיומנת לבד. אתה מכולם מכיר איך מצטיירת תמונת המצב אצלנו במודיעין שלהם. אתה יכול לנסות לדמיין לי את המודיעין של משמרות המהפכה, את החמלים היום בטהרן, מה רואים שם, מה אומרים שם? אני אומר לך מה היה קורה לו אני הייתי רואה מדינה שמוגדרת בעיניי כאויב, שמתחיל תהליך מקביל לתהליך שאנחנו רואים אצלנו בארץ. הייתי בא לראש הממשלה והייתי אומר לו, תשמע, אני לא צריך שום תקציבים בשביל להתמודד עם המדינה הזאת. המדינה הזאת החליטה להפעיל על עצמה מנגנון השמדה עצמית. אפשר למחוק אותם לשימת היעדים? ממש כך. היא לא מעניינת יותר. خب پس دوستان عزیز، زیبایی، زن، زندگی، آزادی، عشق، مهر، مهرورزی، ماچ و بوسه بکنید، از این کارا کوهیارو اونجاش بسوزه. آخونده از این میترسن میسوزه. آخونده نه که از بچگی که من حوزه علمی قم محرومیت اجتماعی دارم، بدبخت های بیچاره یه چیزون که میبینن دیوانه میشن. دیوانه شون کنید با رقص های قشنگتون، دیوانه شون کنید با زیبایی رو نشون دادن، دیوانه شون کنید با ایران رو وینر والد کردن. اون موقع احسان تقویان، افشین دهیم، اینا بچه ها گروه موسیقی من بودن، جمشید خواننده بود، اینا با اون زمان علازت همایون شانشاریانه یکی از تنهات بود که یک حاجی بود، یک خوشتیب می اومد با تهرانیان، صادق تهرانیان رئیس مجله روزنامه خراسان مشهد و یکی دیگه و یک شما آقای رضا قطبی، این افتخار دادم، مهمان تهرانیان بودن، تشفیدن وینروارد. اون موقع آقای رضا قطبی پسرده شهبانو
شهبانو دیدین؟ شهبانو عزیزه ببینید پیش از اینکه میخوایم با هم خداحافظی کنیم، خوشگلی رو تو ببین، فقط زیبایی رو ببین، بعد بدبختا ببینی شپش بره کی میاد، میگن این شپشا برن کی میاد جاشون. And there is a verse in Persian. I will not try to translate it. Will you tell it to us? Yes. خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. And there is a verse in Persian. I will not try to translate it. Will you tell it to us? Yes. خوشا شیراز و وضع بی مثالش خدا. درود دارم به برادر عزیزم مهندس امیر شجری، این انسان آرام ساکت ولی پرتلاش، مدیر موفق. امیر جان نوروزت پیروز، جشن نوروز رو به تو، خانوادت، فرزندانت که همه باعث افتخارن، همه جمشید و آنا هیتا و جف هاریو، اینا همه واقعا باعث افتخارن. و همسر عزیزت درود گرم من و شادباش های نوروزی. بچه ها یاد تنده بگره ما در سال 7761 هستیم، بدبخت های بیچاره. بزنین تو دهن همونهایی که میخوام میگن ارث و میراث دانت تاریخ گمه، ارث و میراثتون از تاریخ ببرید بالا، حقتون رو طلب کنید. 7761 آریای مترایی بر شما شاد و فرخنده با. سالنامه های 7000 ساله آریایی و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران آه. 10 روزه فرانسوی یاد بگیرید. parle parsi en 10 jours. یک سیستم نو و انقلابی برای فراگیری سریع زبان پارسی کوچک به همراه یک سی دی که به شما و دوستانتان امکان می‌دهد تا یا پارسی صحبت کنید و یا فارسی. جنجالی و روشنگر سیاوش ارسا که تنها تیتر آنها برخوردار از پیام‌های خردگرایانه عنصر ایرانی است.